در ادامه ویدیوهای قبلی که در مورد تحلیل خطا صحبت کردیم، من یه مقدمه خلاصه اشاره میکنم در یه دقیقه و بعد قسمت سوم ویدیو رو میبریم جلو، که من اشاره کردم که ما در درس محاسبات اداری دنبال مهندسی خطا میگردیم، دنبال این هستیم که خطا رو با کمترین خطا تخمین بزنیم، چون خطا رو ما نمیتونیم حساب بکنیم مقدار واقعیشو، چون ما مقدار جواب دقیقمون رو که نداریم که بتونیم اختلافمون نسبت به جواب دقیق رو به دست بیاریم. و خود مفهوم این که مهندسی خطا، تخمین زدن خطا با کمترین خطا چگونه هست و قبلا راجع به صحبت کردیم و چقدر گفتم این فصل مهمی است و منشأ خطا رو اشاره کردیم، قضیه های ریاضی که مرتبط هستن که چقدر میتونن به ما کمک بکنن، قضیه تیلور یه نمونه بود که این کسی و اینا رو معرفی کردم به شما، اعداد پای دو رو گفتم و منشأ خطا، خطای مدل سازی، خطای ذاتی، خطای قطع و خطای گرد کردن، از دست دادن ارقام با معنی، والیدیشن، وریفیکیشن، اکورسی، پرسیژن و اینا، همه خیلی مفاهیم بسیار کلیدی هست که حتی فراتر از در درس چیزی که در درس محاسبات هست فراتر از اون مطرح میشه و در کاربرد اکسپریمنت هم بهش میشه. ارقام با معنی رو اشاره کردیم و چگونه میتونیم اینا رو تعیین کنیم و اینا مواردی بود که مرور کردیم. من در این قسمت میخوام یه مقدار در مورد خطای قطع بیشتر صحبت کنم و مرتبه خطای قطع رو با هم دیگه مرور بکنیم و همگرایی رو در ادامه عرض خواهم کرد که تقریبا دیگه میشه گفت مطالبی که در مورد تحلیل خطا هست رو به اتمام برسونیم، چون من اینها رو وقت نکرده بودم تهیه کنم، دو مورد تا الان ارائه کرده بودم، اینم برای اینکه تکمیل بشه فرصت یه رو 20 دقیقه‌ای که دارم اینا رو با هم دیگه مرور کنیم. پس در قسمتی که اینجا مشاهده می‌کنید در ادامه مطالب پیشین که خطا رو گفتیم دو جور، خطای اون چیزی که به درس ما مرتبط میشه، البته خطای قطع داریم که ناشی از گسسته سازی هست و روی کاغذه و هر چقدر مرتبه بالاتر گسسته کنی خب کمتر میشه، یکی هم خطای مربوط به ماشینه، راند آف ارور میگفتیم بهش، و اینکه بالاخره تعداد محدودی شما میتونید در ماشین ذخیره سازی انجام بدین. من اینجا میخوام دنبال کمی سازی ام، یعنی مرتبه خطای قطع چیه. پس اون مرتبه تقریب خطایی که تو تیتر مشاهده میکنین مرتبه تقریب خطای قطع اتفاقا، و میخوایم ببینیم خطای قطع بالاخره یه جور کمی سازیش کنیم دیگه، اینجور رو هوا که نمیشه حرف زد، این مثلا روش من مرتبه خطای قطع کمتری داره یا بیشتری داره. سوال اینه که این بیشتر و کمتر یعنی چی؟ اینجا یک تعریف مطرح میشه. یعنی تعریف فرقش با قضیه اینه که تعریف رو من خودم ابداع کردم، یعنی نیازی به اثبات نداره، که اگر تابع FH با چند جمله PH برای مثال تقریب زده شده باشد، مرتبه تقریب، پس خطای قطع الان دارم راجبی صحبت میکنم، از رابطه زیر محاسبه میشه. اگه از یک چنین پلتفرمی استفاده کنین شما میتونید، یا استانداردیست، یا شما ممکنه یکی پیداش یه تعریف دیگه بکنه، بگه من میخوام مرتبه خطای قطع یه جور دیگه تعریف کنم، ولی خب این چیزی که در جهان استاندارد شده و همه از این استفاده میکنن. مین میگن اون مقدار تابع FH منهای PH، خب این خطای مطلق بهش میگفتیم، قدر مطلقش هم که خب طبیعتا وجود داره، ما صحبتی در مورد قدر مطلق اصلا نداریم اینجا، اختلاف مقدار FH و تخمینی که ازش زده شده که PH، اگر تقسیم بر H به توان N، H مثلا فاصله دو نقطه است، سری تیلور استفاده کردین، نقطه نقطه X داده شده، X0 داده شده، X رو من میخوام از شما، مقدار تابع در نقطه X رو میخوام، شما میگید فاصله X و X0 H، خب هر چقدر این H کوچیک‌تر باشه خب بهتره دیگه. حالا این یه بازی بود که ما راجبش خیلی صحبت کردیم در خود همون تیلور و در فصل درونیابی هم بیشتر بهش خواهیم پرداخت. این خلاصه منظور یه چنین چیزی، یا معادله دیفرانسیل دارین حل میکنین، فاصله نقاط شماست، مش سایز شماست، هر چی که هست، این تقسیم بر h به قوه n اگر از یک عدد مثبت، چون عدد مثبت از یه عدد مثبت میتونه کوچیک باشه دیگه، این قدر مطلق دیگه، حتما باید کای مقدار مثبت باشه، و اگه کوچکتر باشد در آن صورت میتونید بگید که مرتبه گسسته سازی شما از مرتبه n بوده است. تعریفه، تاکید میکنم، شما یه جور دیگه خواستید تعریف کنید. میگم قراره این h به توان n چند مقدار مثبتی است دیگه، ببرید اونور میشه خطای مطلق، اختلاف f با اون مقداری که من به دست آوردم اگه کوچکتر مساوی بشه از حاصل ضرب یک کای در h به توان n، در این حالت میگوییم مرتبه خطای قطع من n است، که کابش میگن ثابت مجانبی، هر چقدر n بیشتر باشه و هر چقدر کا کوچیک باشه خطای من مقدار کوچکتری داره، یعنی مثلا 2 برابر h به قوه n، یه بارم 3 برابر h به قوه n. من میخوام ببینید خطا در این تعریفی که من انجام دادم با چی رابطه داره، و یکی همون h به توانه، مثلا h رو گرفتم 1/100، 1/100 به توان 2 برسه، یک بارم 1/100 به توان 3 برسه، خب هر چقدر n بیشتر باشه بهتره. در بین این دوتا n اولویت داره،
ما به این میگیم مرتبه خطای قطع، همون چیزی که اصلا در تیتر درس اومده، order of approximation، مرتبه h به قوه n، امون میگم مرتبه. یعنی اگه روش من های اوردر تر باشه، یعنی در جمله رزیجوالی که دارم یا ریمایندری که دارم، در اون خطایی که دارم، اون h توان بزرگتری داشته، h به توان 2 یا h به توان 4 مثلا، اونی که توان 4 داره دقیق تره. اما که هر چقدر کمتر باشه بهتره، رو خطاست دیگه، 2 به ضرب در یه چیزی یا 3 بیت. حالا سوال اینجا ممکن ایجاد بشه، من دو تا روش دارم، یکیش مرتبه 2 یکیش مرتبه 4، اون یکیش n بزرگتری داره ولی در عوض کای بزرگتری هم داره، کدوم اینا اولویت داره، ارجحیت داره؟ پاسخ اینه که n حرف اول آخر رو m میزن، یعنی اولویت اول ما اینه که هر چقدر ممکنه n بالاتری داشته باشیم. حالا اگر دو روش باشند که هر دو دارای n یکسانی باشند، هر دو مثلا سکند اوردر باشند، ثرد اوردر باشند، در آن صورت اونی خطای کمتری داره که کای کمتری داشته باشه. اما شما همیشه اول باید اینو چک بکنید که اون روشی که های اوردر باشه دیگه من به کا اصلا کار ندارم، روش مرتبه 4 نسبت به مرتبه 2 دیگه من نگاه نمی کنم ضریب بغلش چیه، میگم اونی که h به توان 4 رسیده مقدار در روش دقیق تریست و خطای کمتری. برای اینکه این مقدار با این تعریف معنوس بشین، یک تخمینی من اینجا زدم، همچنان چون فعلا شما با سری تیلور آشنایی دارین، از سری تیلور استفاده کردم و گفته شده که FH یک چند جمله‌ای مثل PH است، تخمین زده شده با یک چند جمله‌ای مثل PH به علاوه یک مابقی. حالا مابقی رو ما نمیدونیم فعلا چی، این اویی که میبینین یعنی اوردر. اتفاقا همین نکته‌ای که عرض کردم که کا دارای اهمیت نیست، باعث میشه وقتی شما خطاتون به صورت کا در h به قوه n باشه، چون کا مهم نیست، میگن آقا این کا رو ولش کن اصلا، همون بیا بنویس خطا، یه او هم بذار اینجا داخل پرانتز، فقط همون h رو بنویس، h به توان n رو بنویس. میگیم از اوردر h به قوه n است. حالا ذریب بغلش چیه مهم نیست، مگر اینکه هر سیم دو تا روش هم مرتبه داشته باشید بخواید با هم قیاس بکن. این اولا اینکه چرا این اینه، من فعلا اثبات اینو نگفتم، یعنی دارم مثال حل میکنم دیگه. میگم خب چند جو اول شما باید بیان بگی که این گسسته سازی چیه. میگم از گسسته سازی تیلور استفاده کردم. خب میگم بنویسینو و این خطا رو من بدم به شما دیگه، بالاخره شما مرتبهشو حساب کنید به من. اینم که فرمول تیلور تا چند جمله ای به توان n من اینجا حفظ کردم، یعنی n به علاوه یک جمله، h به قوه h همون x منهای x صفر دیگه، اینو قبلا راجع به این pn منه در واقع چند جمله مرتبه. حالا این ریمایندری که باقی مونده رو دقت کنین، من میگویم کسی یه جایی است، حالا من نمیدونم کجاست ولی نمیدونم، اهمیتی هم نداره بدونم کجاست، این بالاخره یه مقداری می، این کای منه، این چیزی که اینجا میبینید کای، حالا من یکم بزرگ کشیدم این تیکه در حقیقت کای، ضرب در h به قوه یه چیزی رسیده. پس من اگه برگردم به این رابطه اینجا نکنه کا ضرب در h به قوه یه چیزی رسیده، پس این کای من در حقیقت همون ضریبه است که اگه من بخوام تو این پلتفرم بنویسم، میاد دو جمله باقی مانده من روش من h توان چند رسیده توش. خیلی ساده است، به نظر اون تعریف اولیه خیلی پیچیده میومد ولی این اصلا اونجوری نیست. شما میگید به توان به علاوه 1 رسیده، پس اگه من چه میدونم تا 3 جمله من n به علاوه 1 مثلا، اگه من n من 3 باشه میشه روش مرتبه 4 خواهد شد، یه دونه بیشتر، به خاطر اینکه توان h در داخل جمله رزیجوال n به علاوه 1 ضریب بغلش هم مثلا مهم نیست، این تابع h نیست، این چیزی که اینجا میبینید تابع h نیست، یه مقدار ثابتی محسوب میشه. حالا من بخوام روشم رو های اوردر تر بکنم، باید یه جمله دیگه اضافه کنم به این، مثلا به جای اینکه از 3 تا n 3 باشه n 4 کنم، خب روشم هم یه دونه های اوردر تر میشه، مرتبه بالاتر میشه. این میگم مرتبه تقریبا خطا که من اینجا نوشتم، که این چیزی که اینجا ایجاد شده همون کای منه، ثابت مجانبی منه، پس روش من الان n بله به همین سادگی، یعنی خیلی ساده تر از چیزی بود که الان اشاره کردم. نکته خیلی مهمی که در اینجا وجود داره اینه که وقتی شما دوتا تقریب مختلف دارین، یکی ممکنه یه انتگرال باشه یه مشتق باشه، حالا این دوتا قرار ادغام بشه، در داخل یک فرمول ازش استفاده بشه، در آن صورت حتما باید آن دو المان محاسباتی دارای مرتبه خطای قطع یکسان باشن، به لحاظ منطقی باید اینجوری باشه. مثالی که زدم رو نگاه کنید تا منطقش رو بفهمید چیه. فرض کنید که من یه تابع f دارم، یه تابع g دارم، میخوام اینا رو با هم جمع کنم خیلی ساده، و یه بار این f رو میام تخمین میزنم با p با روش مرتبه n تخمین میزنم، بس تیلور می نویسم یا با هر چیزی که دوست دارید تخمین، من با ابزار صحبت نمی کنم، حتی لزوما قرار نیست حتما درونیابی باشه، میتونه مشتق باشه، میتونه انتگرال باشه، میتونه معادل دیفرانسیل باشه،
المان‌های مختلف قراره در یک زیر یک چتر ازشون در یک قالب در یک معادله استفاده بشه. و یک مقدار جی هم اینجوری تخمین زدم. حالا میخوام جمع کنم. میشه پی به علاوه کیو. حالا این چیزی که جمع ایجاد میکنه این مرتبه خطای قطعش انه یا امه. چون هر جفت اینا با یه مرتبه خطای قطع گسسته نشدن. چی کاری که گفتم بکنید. حالا فرض کنیم نکردیم. یکی مرتبه دو گسسته شده، یکی مرتبه سه. حالا با هم جمع شد. ماحصل مرتبه دو میشه یا مرتبه سه میشه؟ به نظر شما به لحاظ منطق ریاضی حستون چی میگه؟ حالا ویدیو رو پست کنین فکر کنین. جوابش البته رو صفحه است. مینیمم خواهد شد. شما همیشه خطا رو محافظه‌کارانه برخورد میکنین باش. همیشه بدترین حالت رو در نظر میگین. تو اینجا بدترین حالت یعنی مینیمم خطای قطع. هر چقدر مرتبه خطای قطع بالاتر باشه روش دقیق‌تره دیگه. در اینجا من اگه بگم مثلا بین دو و سه مرتبه خطای قطع حاصل سه، اشتباه کردم. چون یکی از اون ابزارهای من مرتبه دو گسسته سازی شده. ولی اگر بگم مرتبه دوه، خب شما میگید بله یکی از اینا مرتبه سه بوده، پرت شده، هدر شده، از دست رفته. پس میگم به لحاظ منطق شما بیا خب هر جفتش با یه مرتبه گسسته کن دیگه. چون اگه اون دو باشه اون سه باشه، محصل دوه. پس اون سه‌ای که شما حل کردین بی خودی گسسته سازی مرتبه بالا انجام داد. جدا از این که به لحاظ منطقی شما دچار مشکل میشین، مشکل دیگه ای که ایجاد میشه اینه که شما وقتی مرتبه بالا میخواین گسسته کنین، باید تعداد ضرب و تقسیم بیشتری تو مسئلهتون لحاظ کنین. چون من جمله مرتبه میخوام یه جمله دیگه به بسته تیلور هم اضافه کنم همینجا مثلا. و اگر این جمله رو من بخوام لحاظ بکنم، بعد یه بالاخره یه ضربی تقسیمی چیزی اینجا ان فاکتوریال تو مخرج حساب کنم. و ضرب و تقسیم بیشتر یعنی خطای گرد کردن بیشتر. یعنی شما با اینکه خطای قطع مثلا مرتبه دو بوده، یکی مرتبه سه بوده، جمع کردید، خطای قطع محصل شما همچنان دو بوده، ولی برای اینکه این رابطه پایین رو حساب کنید، ضرب و تقسیم بیشتری رو بیخودی انجام دادید و در نتیجه خطای گرد کردن بیشتری تحمیل کرد بدون اینکه خطای قطع بالاتری داشته باشید. یه مثال حل کنیم. مثلا تابعی به قوه h و کوسینوس h و اینو مثلا دارم. حالا شما هم گسستش کنید. شما اینو مرتبه 4 گسسته کردم، یعنی تا چند جمله مرتبه 3 استفاده کردم، خطای من مرتبه 4 شد. کوسینوس رو مرتبه 6 گسسته کردم. حالا اینا رو با هم دیگه میخوام جمع کنم. مینیمم اینها مرتبه خطای قطع ماحصل جمع اینها 4 خواهد بود. این اوردر اچ به قوه، این اوردر رو می‌نویسم که اون ذرایب بغلش رو دیگه ننویسم. ولی ساده ساز. ولی اون چیزی که با هم دیگه جمع شده، اینجا h3 دارم، h2 دارم، اینا خوبه. چون من تا h4 هر چی جمله h به توان 4 بود میره قاطی خطا قرار میگیره. هر چی جمله h به قوه 4 بود میره قاطی، این یه چاهی انگار اینجا، هر چی جمله h به قوه 4 باشه رو میبله. و یک h2 h3 اینا رو داره. ولی یه جمله 4 فاکتوریال اینجا دارم که وقتی اینا رو با هم جمع میکنم داخل این بلعیده میشه. در پس چیزی که من اینجا نوشتم h4 ندارم، همونجوری که مشاهده میکنید. فقط اون جملات h2 این h، این دو تا هم با هم ساده میشن. این یک با یک میشه دو علاوه h علاوه یه دونم h3 تقسیم از 3 فاکتوریال میمونه. پس این h4 به 4 فاکتوریالی که من قبلا حساب کرده بودم پرت شده، هدر شده، بلعیده شده در داخل جمله خطا. و آن چیزی که من در خروجیم دارم روش مرتبه 4ه. پس این دو کار میتونم بکنم. یکی این که اول بیام اینا رو مثلا یکیش مرتبه 4 کنم، یکیش مرتبه 6 جمع بکنم و بعد جمله مرتبه 4 رو دیگه در داخل فرمولی که در داخل کامپیوتر می‌نویسم لحاظ نکنم، فقط اینو بنویسم تو کامپیوتر. یا اینکه یه بار بیام اولی به قوه h رو حساب کنم، یه بارم کوسینوس h رو در دو تا پارامتر جدا محاسبه کنم و بعد جمع کنم با هم بگم اینه. این کاری که الان من گفتم خطای گرد کردن بالایی داره بدون اینکه خطای قطع بالایی داشته باشه. چون این جمله 4 به 4 فاکتوریال شما ضرب تقسیمی که اعمال می‌کنه تأثیری در خطای قطع نداره، چون میره بلیده میشه داخل این، ولی تو خطای گرد کردن تاثیر داره و باعث میشه پروپیگیت بشه خطا و بیشتر بشه خطای گرد کردن. پس برای این اتفاق پیش نیاد که من مجبور بشم فکر کنم ببینم این h4 بشه یا h6 بشه چی بشه، میام از همون اول اینا رو با یه مرتبه خطا گسسته میکنم. این h4 اصلا از اول لحاظ نمی کنم در داخل مسئله که وقتی اینا جمع شدن به همین فرمول برسم. حالا قضیه به این سادگی نیست، ولی خب میخوام بدون این کاری که من گفتم کافی نیست، این که من لزوما این دوتا رو هم مرتبه گسسته کنم. مثال نقضش چیه؟ ولی خب دیگه از اینجا به بعد ما واقعا چاره ای نداریم. یعنی این چیزی که گفتم که این کارو بکنین خوبه، لازمه، ولی کافی نیست. چرا؟ فرض این دوتا رو میخوام به هم ضرب کنم، ای به قوه h به کوسینوس h قرار ضرب بشه و هر جفتش هم با یه مرتبه گسسته کردم. یعنی این چیزی که این جمله رو من لحاظ نکردم، حواسم بوده اینو من اینجا لحاظ
نکردم. اگه اینا به هم ضرب بشن جملات اچار ایجاد میشه، درسته؟ این اگه به این حتی همینایی که اچار نبودن رو دارم میگم ها، این اچ2 اگه به اچ2 ضرب بشه اچار میشه، اگه اچ2 به اچ3 ضرب بشه تازه اچ5 میشه. یعنی خیلی اوضاع وخیمتر از محالته قبل، ولی چاره ای نداری دیگه. اینجا شما میگید من دیگه هرچی در توانم بود انجام دادم، اینا رو هم مرتبه گسسته کردم. ولی وقتی به هم ضرب میشون، حالا این کار رو بکنین، وقتی به هم ضرب میکنین فقط جملات زیر H3, H2, H اینا رو نگه دارید و هرچی که بالاتر از اون بود بلعیده بشه داخل جمله خطا. پس راه دیگه شما اینه که اینا رو اول ضرب بکنید، اینجوری بنویسین در داخل کامپیوتر و دیگه جملات مرتبه بالا رو نرید، با اینکه حتی جمله گسسته سازی جملات شما هم مرتبه بوده است. این دیگه، ولی خب همیشه نمیشه این کارو کرد واقعا، و اینکه خیلی سخت میشه. شما هر دو تابعی که می‌خواید ضرب کنید و بشین اینو چک کنید و اینا، یکم سخت میشه. ولی حداقل انتظار ما اینه که گسسته سازی ما اهم مرتبه باشه. نورد دیگه ای که در این بحث داریم، که در جمله خطا داریم بحث می‌کنیم، همگرایی است. همگرایی اصلا تعریف همگرایی چیه؟ اینو اول بدونیم چیه. همگرایی یعنی کاهش خطا. یعنی ما خطا رو الان فهمیدیم چیه، مرتبه خطا رو هم فهمیدیم چیه، عرضم بود انواع خطا، ریشه های خطا، اینا رو همه رو فهمیدیم چیه. حالا باید خطا چی بشه؟ باید کم بشه دیگه. اصولا تا حد ممکن باید این خطای من به سمت صفر میل کنه. به این کار میگن همگرا شدن. اگر خطای من صفر نشود، یعنی مسئله من همگرا نشده است. حالا مفاهیم پیشرفته تر از اینو ما تو درس CFD باش آشنا خواهیم شد. اونجا یه مفهومی به نام کانورجنس داریم که همگرایی است و استابیلیتی پایدار، اینا بهش میرسیم. حالا من خیلی نمیخوام واقعا اینجا زیاد واردش بشم، هم صرفا یه اشاره کلی در دیگه رو 20 دقیقه خواهم کرد. و در درس CFD ویدیویی که من تهیه کردم که مقدمات درس CFD رو همه مفاهیم مختلفش رو همه رو توی ویدیو کنار هم گفتم، اونجا راجع به اینا صحبت کردم. سنخیت داریم، همگرایی داریم، چه موارد مختلفی که اجازه بدید رد بشیم ازش. ولی همگرایی کلا یعنی کاهش خطا. من دارم ایتریت میکنم، تکرار میکنم، کامپیوترم روشن گذاشتم، این همینجوری داره کار میکنه و خطا رو هم گفتم رو صفحه ریپورت کنه. 10 به قوه منفی 1 میشه منفی 2، منفی 3، منفی 6 که شد دیگه میگم کافیه، همگرا شده، بیا بیرون. در ریشه یابی و اینا ان شاءالله اینا رو خواهید دید که. ولی بحث اینجا به این مفهوم میگن همگرایی. حالا اگه خطا به جای اینکه کم بشه زیاد بشه، به 10 به قوه منفی 1 بشه 10، 10 به قوه 2، این دایورج میکنه، اوورفلو میکنه، میاد میپره بیرون. به اون عددی خب میگن واگره. خب واگرایی چیزی اصلا خوبی نیست طبیعتاً دیگه. یعنی برای اینکه من جواب به دست بیارم باید مثلا همگرا بشه اول. و اون یه معیاری هم میذارم که میگم 10 به قوه منفی 6 شد، یعنی threshold of convergence، جایی که دیگه از اون به بعد فرض کردم مسئله همگرا شده. که من خیلی تو CFD اینا اشاره میکنم که این خود این 10 به قوه منفی 6 حساسه. یعنی باید چک کنید، یه بار 10 به قوه منفی 6 بذارید، یه بار منفی 7 بذارید، ببینید آیا جواب عوض شد یا نه. گاه‌گاه ممکنه 10 به قوه منفی 6 کافی نبوده باشه، شما بکنید 10 به قوه منفی 9 جوابتون عوض بشه و جواب غلط شما به خاطر این بوده که زود همگرایی ایجاد شده و شما چون بالاخره باید صفر بشه. ما صفر که نداریم تو کامپیوتر، و خطا صفر بشه ما به جای صفر میگیم 10 به قوه منفی یه چیزی بشه. الان منفی یه چیزی مهمه که آیا منفی 7 بشه، منفی 8 بشه. معیار همگرایی شما چک کنید، یه بار فقط کوچیکتر بگیرید، منفی 9 بگیرید و منفی 10 بگیرید. اگر جواب عوض نشود با خیال راحت دیگه از 10 به قوه منفی 7 استفاده کنید. چون این موردی است که خیلی اذیت میکنه. چون من مورد داشتیم که طرف کدو نوشته و خب همه چیش هم درسته، ولی معیار همگراییش کم بوده، در منفی 7 به هی میذاشتیم این غلطه، هی میرفته چک میکرده کدو. من یه بار گفتم آقا اون در منفی 7 تو بکن منفی 9، بعد کرد و دو روز بعد اومد و من گفت خدا خیرت بده فلان اینو گفتی. یعنی همه چی درست بوده ولی اجازه نداده که این خطا کاهش پیدا کنه. فکر میکرده در حقیقت منفی 7 کافی بوده برای اینکه همگرایی حاصل بشه، درست نبود. حالا سوال بعدی که ایجاد میشه، الان قبول خطا کم شد، سوال اینه که با چه سرعتی کم شد. اینکه من آیا کدمو که روشن میذارم که خطا بشه 10 به قوه منفی 7، آیا بعد یه روز کامپیوترم روشن بذارم تا این برسه، یا تو درز یک ساعت برسه؟ همینی که الان من گفتم حس میکنی که سرعت همگرایی چقدر دارای اهمیت، چقدر میتونه زجرآور باشه که شما میذارید بعد یه روز خطا میشه 10 به قوه منفی 2، یه روز میذارید میشه منفی 3، شما قراره برسید به منفی 8. میگه یه هفته باید روشن بمونه تا اینکه از یه روشی استفاده کنین که سرعت همگرایی شتاب پیدا کرده باشه و در عرض به جای اینکه تو 300 ایتریشن تکرار به جواب برسه، تو 100 تا ایتریشن به جواب برسه. اینا رو من در ادامه درس همه اینا رو داریم ما به شکل کاملا عملی، شما اینا رو خواهید
دنبال یک معیاری هستم که rate of convergence رو کم میسازی بکنم، بگم حالا این روش من تو مثلا 100 تا ایتریت به جواب میرسه، تو یکی تو 200 تا میرسه. خب من این که نمیشه که، بعد یه معیار کمی یونیفاید جنرال داشته باشم که بگم مثلا rate of convergence اینه. دنبال یه بیان ریاضی میگردم برای این قضیه. برای این کار یه تعریف دوباره باید انجام بدیم، یه تعریف برای دنباله. دنباله میدونی چیه؟ دنباله مجموعه از آلفا ان ها از n از یک تا بی نهایت گفته میشه به عدد آلفا همگراست، در آن صورت مرتبه همگرایی از مرتبه بتا ان است. یعنی اگه همگرا باشه به آلفا، یعنی من کاری در مورد به همگرایی ندارم، به سمت آلفا همگرا هست. اینا رو تو ریاضی کوینا داشتید دیگه، دنباله ها و اینا رو. در آن صورت مرتبه همگرایی، سوال من اینه که چطوری هم در مورد کیفیت همگرایی، در مورد سرعت همگرایی، مثلا اینه که بگن شما از فلان شهر به فلان شهر رفتین، همه خب از یه شهری میرن به یه شهری، یا مثلا حتی مسابقه دو میدانی رو بذارید مثال بزنم، همه دونده ها از نقطه شروع میکنن به نقطه پایان ختم میکنن، ولی در مورد سرعت اینا من صحبت میکنم. کیفیت یکی اول میشه، یکی دوم میشه، یکی دهم میشه. بالاخره اینا فرقشون تو چیه؟ تو سرعت همگرایی. پس همه چیز ربطی به کامپیوتر نداره، اینکه من کامپیوتر خوب داشته باشم. بعضی وقتا شما باید الگوریتم عددیتون رو جوری کنی که سرعت همگرایی بره بالا، که حتی با یه کامپیوتر داغون به جای اینکه شما 10 روز رو رام بذاری تو یه روز به جواب برسین. حالا خود نوع کد نویسی ممکنه باشه، نه سخت افزار کامپیوترتون ممکنه باشه، اینکه از چه سیستم عامل لینوکس استفاده می‌کنی یا ویندوز ممکنه باشه، از پایتون استفاده می‌کنی یا از مطلب، مهمه این چقدر اینا همه توی سرعت. ولی در اینجا من در مورد اون الگوریتم محاسباتی که ریاضی دارم صحبت می‌کنم. و پس می‌گوییم یه آلفا اینی که با آلفا همگراست با یک دنباله دیگری مثل بتا ان هم مرتبه هستند به لحاظ همگرایی، وقتی چنین رابطه‌ای باشه. خیلی شبیه به قبلیه ها، ولی این در مورد سرعت همگرایی صحبت میکنه. میگیم بتا ان که مخالف صفره چون تو مخرج قرار داره، اگه آلفا ان منهای آلفا، یعنی اختلاف مقدار آلفا تا اون مقدار نهایی، از یه جایی شروع میکنه میرسه به یک مقدار در نهایت به آلفایی میرسه، اختلاف آن دنباله با مقدار نهایی خودش قدر مطلقش تقسیم بر بتا ان، اگه از یک عدد حقیقی مثبت کوچکتر باشه، در آن صورت میگوییم اینا با هم هم مرتبه هستن. حالا سوال بعدی که ایجاد میشه این بتا ان رو چی بگیریم؟ میگیم خب این بالاخره متغیره، میتونه یکی سینوس بگیره، یکی کوسینوس بگیره، چیزهای مختلفی میتونیم بگیریم. هر بتایی برای هر دنباله ای هم نیست. برای اینکه این اتفاق نیفته میایم میگیم بتا ان رو همه به صورت یک تابع یک تقسیم بر ان به توان پی در نظر بگیرن، یک تقسیم بر ان به قوه پی، یه متر یکسان برای همه توابع همه از این استفاده کنن، به جای اینکه در حالت کلی با یه تابع مبهمی مثل بتا ان بسنجیم و یکی بیاد بتا رو چونم تابع نمایی بگیره، یکی همه با یک چنین تابعی بسنجن، در آن صورت دیگه توابع مختلف پی های مختلف خواهند داشت، چون متر و معیار ما همه تابع بتا یکسانی شده. حالا اینکه پی تو مخرج مقدار بزرگی باشه یا کوچیکی باشه، خب میتونم دیگه سرعت همگرایی رو با یک پارامتری مثل پی بسنجن و نرخ همگرایی بهش گفته میشه و از حالت کلی و ابهام خارج میشه. حالا به نظر شما اگه پی بیشتر باشه سریعتر همگرا میشیم، خطا کاهش پیدا میکنه، یا هر چقدر پی، کدوم این حال، پی بزرگ باشه خوبه یا کوچیک؟ مثال حل کنم تا متوجه بشید. یه سرعت همگرایی مجموعی مثل آلفا ان دارم، ان به علاوه 1 تقسیم بر ان 2، و یه آلفا هت ان هم دارم، ان به علاوه 3 تقسیم بر ان 3. کدوم اینا سریعتر به سمت مقدار نهایی خودشون همگران؟ چون خطا هم مثل یه دنباله است دیگه. علت این که دارم دنباله میگم اینه ها، این خطای من یه سری عددن که این خطا در ایتریت اول، دوم، سوم همینجوری خطا تو هر مرحله خطایی دارم. یک دنباله است که این به سمت صفر باید میل کنه، چون خطا همیشه به سمت صفر میل میکنه. حالا اینجا آلفا ان به سمت یه چیزی غیر صفری ممکنه میل کرده باشه در حالت کلی، اما خطا همیشه به سمت صفر میل میکنه. سوال من اینه که این چطوری به سمت صفر میل میکنه؟ اون فلسفه این که من چرا الان دارم با دنباله کار میکنم و متوجه بشی که خطا یعنی یک دنباله ای از یک سری خطاهایی که تو هر استپ ایجاد شده، حالا قراره به سمت صفر. سوال اینه چطوری به سمت صفر میره؟ الان به نظر شما کدوم اینا سریع تر به سمت آلفا؟ آلفاشون اول تعیین کنید. اولین قدم توی اینا اینه که به سمت چی میل میکنه. خب شما همین اگه به سمت بی‌نهایت بره، تو ریاضی کوینا داشتید که لیمیت میگیرید، هر جفت اینا به سمت صفر میل میکنن، هر جفتش. حالا سوال اینه که با چه کیفیتی به سمت صفر؟ من صفرم اتفاقا آوردم چون خطا هم به سمت صفر میره دیگه، شبیه به خطا باشه. در آن صورت میام برای اینکه کیفیتش رو تعیین کنم
من همون نامساوی که اشاره کردم رو تشکیل خواهم داد. یعنی میگویم مقدار اون دنباله‌ای که این بالایی برای آلفا، پایینی برای آلفا هته. این آلفا من های این آلفا ان من های آلفا، آلفا مون صفر بود دیگه، یعنی چه این الان از بازی حذف میشه. تقسیم بر یک تقسیم بر ام به توان چند یک کوچکتر مساوی یک عدد حقیقی مثبت میشه. یه بار دیگه میگم این مقدار آلفا ان من های آلفا قدر مطلقش تقسیم بر یک تقسیم بر ان به قوه چند که یک اینجا از یک عدد حقیقی مثبت کوچیک میشه. برگردیم به این تعریفی که داشتیم، اینو من میخوام ایجاد بکنم. این آلفا من های ان تقسیم کوچیک میشه که بتای ان مون هم قرار شد بگیریم یک بر ان به توان یه چیزی که اگر نگاه کنین یکه. اگه اینو الان حساب آلفا که صفره، این یک انوم اگه باشه با این ان دو تو مخرج ساده میشه، میشه ان به علاوه یک انوم که این مقدار همیشه از دو کوچکتر مساوی است. پس تونستم نشون بدم که اگه پی یک باشه این از دو کوچکتره. پس دنباله اولی که من داشتم ان به علاوه یک تقسیم بر ان دو به سمت صفر همگرا است با نرخ همگرایی یک. اینو داشت. حالا این بعدی چجوریه؟ n به علاوه 3 تقسیم بر n، چون این مخرجش بزرگتره مشخصه که سریعتر صفر میشه دیگه، n به توان 3 دیگه، n 1 2 3 سریعتر هم گرام میشه. حالا ببینید این چی میده. من های 0 همچنان چون آلفای من 0 از یک تقسیم بر n به توان چند، اگه وقتی تقسیم بشه از یه عدد مثبت کوچیک n 2، چرا؟ چون اگه n 2 باشه این با 3 ساده میشه، میشه n به علاوه 3 انوم که این n به علاوه 3 انوم همیشه از 4 کوچکتره. یعنی اینو اگه شما یک بذارید میشه 4، اینجا بالا اگه یک بذارید میشه 2، اینجا یک بذارید نزولیه دیگه. اگه 2 بذارم 3 بذارم 4 بذارم همیشه از اولین جمله کوچکتره. در این از 2 کوچیکه. پس این دنباله‌ای که میتونه نماینده خطای یک روش عددی باشه با توان 2، پس مرتبه 2 هستش یا مربعی بهش گفته میشه. همگراییش نرخ همگراییش مرتبه یا با تابع 1 بر n2 معادله هم مرتبه است. اتفاقا من اینجا شکل رو کشیدم، این یکی آلفا n، اینی که مشاهده میکنین این بالای آلفا هت n، میبینید چقدر سریعتر به صفر رسیده آلفا هت n. اما این یکی دق میده آدمو بس. این هم کامپیوتری است که گفتم یه روز روشن میمونه، میاد این خطا 10 به قوی منفی 1 شده تازه منفی 2 و میبینید فرداش میاد تازه شده منفی 3، حالا قرار منفی 8 بشه. ولی این همونیه که در عرض یه روز خطاش به صفر رسیده، سریعتر هم گرا شده. میشه اینجوری بحث کرد که برای با یک تعداد ایتریت یکسان، یعنی n یکسان، فرض کنید من 100 تا ایتریت اولی رو برم جلو و 100 تا تکرار دومی رو برم جلو، اون آلفا هت n خطای کمتری داره و 10 به منفی 6 مثلا آلفا n شده 10 به قوه منفی 3. یا حتی افقی میشه رفت جلو که برای رسیدن به یک خطای یکسان شما باید این افقی اگر قطع بدید خطتون رو، مثلا یکی اینجا قطع میکنه این یکی میاد اینجا قطع میکنه مثلا، یعنی که شما با آلفا هت ان تعداد ایتریت کمتری نیاز دارید تا به خطای یکسان برسید، اما تو آلفا ان شما باید خیلی تعداد ایتریت بیشتری کنید تا به همون خطای یکسان برسید. همینو میشه برای تابع تعریف کرد که بحث همگرایی رو به جایی که برای دنباله تعریف کنیم، برای تابع بگوییم به جایی که دنباله من به سمت یک چیزی همگرا بشه، یه تابعی که لیمیتش به سمت L حرکت کنه وقتی X به سمت صفر میره، در حالت سرعت همگرایی FX به سمت L با یه تابع دیگری مثل GX هم مرتبه است اگر یه چنین تعریف. خیلی شبیه به قبلیه، فقط اونجا دنباله بود اینجا تابع، اونجا مقدار حد دنباله بود اینجا حد تابع است، که در اون صورت میگوییم FX همان L است با مرتبه GX، مرتبه کاهش خطاش GX بوده. چرا؟ چون این صورت کس خطاست دیگه، که تو قبلی چه تو این صورت خاص خطاست. این با مخرج کسر انگار تو دو کفه ترازو قرار گرفتن که خطای من با جی ایکس هم مرتبه بوده که از کا کوچیکتر شده. در نتیجه من خطا رو که اختلاف بین اف ایکس و ال هست، من میتونم جی ایکس رو ضرب کنیم به اون برای تساوی، ال هم بیارید اینور، میشه اف ایکس مساوی ال به علاوه یک. این کار مثل قبل مهم نیست، این ثابت مجانبی منه که اهمیت نداره، اون ورش دارم به جاش بنویسم از اوردر جی ایکس، دقیقا همون داستانی که در قسمت قبل داشت. پس حالا اینکه تابع جی ایکس چی باشه، با انواع اقسام توابع مختلف میتونیم تعریف کنیم. برای اینکه همه یه جور باشن، تابع جی ایکس و ایکس به قوه یه چیزی میگیریم و اون یه چیزی که در توان پی ایجاد شده رو به عنوان سرعت همگرایی، نرخ همگرایی این در نظر. مثلا مثال بعدی، تابع کوسینوس ایکس به علاوه ایکس دوم، من میخوام ببینم این به یه چیزی همگراست دیگه، وقتی ایکس به سمت صفر بره به سمت یه عددی میره که خب خیلی راحت به دست میاد. x اگه صفر بذارید به سمت یک
خواهد رفت. پس L1. حالا سوال من اینه که با چه سرعتی به سمت یک میره، با چه نرخی میره، که اتفاقا از بسته تیلور به دست اومده دیگه. اگه نگاه کنه یک منها x و دوم، به علاوه این همون کسی خودمون و این داستان هاست که اگه کوسینوس x رو من این ور دارم، اینم بیارم اون طرف، همین بالایی میشه، یعنی x و دوم بیارید اون طرف میشه یک به علاوه خطا، همون چیزی میشه که در قسمت بالا داشتیم. پس اون چیزی که باعث ایجاد اختلاف میشه همینه. و من نگاه میکنم به اینجا، میگم که خب من قرار بود که این پلتفرم رو ایجاد کنم دیگه، fx منهای l تقسیم بر x به قوه یه چیزی از یه عدد کایی باید کوچیکتر باشه حتما. خب الان این که دارم، این مقدار یک هم که اینجا بود بیارم این طرف، صورت کسر من ساخته میشه، میشه f منهای l. این چیزی که میمونه رو اگر من تو مخرج قرار بدم، این کوسینوس کسی تقسیم بر 24 هم ببرم اون طرف، میرسم دقیقاً به همون کایی که داشتم و به همون پلتفرمی میرسم که در اونجا داشتم. پس این چهاری که اینجا ایجاد میشه سرعت همگرایی من رو نشون میده و یک تقسیم بر 24 هم که حالا این کوسینوس از یک کوچکتره دیگه، حالا من یک گذاشتم، خود کوسینوس از یک کوچکتر، یک بر 24 هم نماینده کای من هست. پس میگن سرعت همگرایی من از x به قوه 4. و مبحث آخری که در بحث تحلیل خطا بهش میپردازیم بحث پایداری است. کلا بحث پایداری خب هم نصف صف است، من مفهومش رو میگم، خیلی بیشتر از این باید راجبش صحبت کنیم، در درس مقدمات CFD و ویدیوش هست، میتونیم به اونجا مراجعه کنیم. بحث اینه که سیستم ناپایدار اصلا یعنی چی، استیبل و اینستابیلیتی، ناپایداری که برمیگرده مثلا کلا ربطی به محاسبات عددی هم نداره، این مفهومی است که میتونه به فیزیک بنده. در مورد ناپایداری جریان آرام مثلا چندین قسمت ویدیو تهیه کردم، در مورد ناپایداری پمپ روی مدار، ناپایداری موج ضربه در داخل تونل باد، ناپایداری اجسام شناور، ناپایداری ستونها، کمانش ویدیو دارم همه اینا رو. ولی کانسپت ناپایداری یعنی این که من اگر به یک سیستمی چه محاسباتی باشه چه فیزیکی باشه یک اختشاش اعمال کنم، یک تغییر کوچک اعمال کنم، پاسخی که در آن سیستم ایجاد می شود آیا متناسب با آن تغییر کوچک هست یا خیر. شما به یک کسی بگی فلانی مثلا بالشش تبروه، یعنی اختشاش به شخصیت اون طرف وارد کردی، پاسخ اون آیا متناسب هست؟ آیا قمه می کشه همونجا قتل عمد انجام میده؟ خب این سیستم ناپایداره. یا نه میگه خیر آقا بالشش خودت تبروه یه پاسخ متناسب با همون میده به شما، این سیستم پایداره. سیستم پایدار سیستمی است که اختشاشات اولیه رو دمپ میکنه. اگه به کسی یک حرف ناروایی بزنی ممکنه خشم خودش رو فرو بخوره و دمپ بکنه اون اختشاشو، یکی ممکنه ورداره اونو امپلیفای بکنه، رشد بده و قمه بکشه اونجا. خلاصه این بوق زدن تو خیابون یه اختشاش دیگه، ممکنه بوق نزنی شما ولی اگه یه بوقی بزنین خب طرف پا میشه، دستی میکشه، فلان، کتک کاری سر یه بوق زدن. خب این سیستم ناپایداره دیگه، می‌خوایم شبیهش تو سیستم انسانی هم وجود داره. ولی حالا اینکه ما باید ببینیم یک روش عددی داریم که خب یه تغییر، یه خطایی درش ایجاد شده، آیا این خطا رشد میکنه، امپلیفای میشه یا دمپ میشه. اصل پروانه‌ای رو هم، باترفلای افکت رو هم به شما یه کیوردی بدم که اگه دوست داشتید خودتون برید پیگیری کنید، باترفلای افکت بهش میگن، اثر پروانه‌ای، که پروانه‌ای بال بزند در یک جایی، این یک اختشاش، بال زدن باعث ایجاد یک طوفان در یک جای دیگری بشه، یا رشد اختشاش، امپلیفیکیشن. در اینجا منظور ما از دیدگاه محاسباتی اینی که اگه تعداد محاسبات ما بیشتر بشه، خطایی که در اثر تعداد محاسبه بیشتر ایجاد میشه آیا منطقی است که بیشتر باشه؟ یعنی در اینجا ما بحثی نداریم، شما به کسی حرف ناجوری میزنی خب ناراحت میشه بنده خدا، حق داره که ناراحت نشه، باید شک کرد. ولی سوال اینه که آیا به کسی یک حرف ملایمی میزنی اون باید متناسب با اون حرف ملایم شما ناراحت بشه؟ یک خبر وقتی من تعداد محاسبات دارم، خب اگه 10 تا محاسبم بشه 20 تا محاسبه، طبیعی انتظار دارم که خطای من بیشتر بشه. اما چقدر بیشتر بشه؟ دو برابر بشه دیگه. من وقتی من به جای 10 تا 20 تا ضرب تقسیم می‌کنم، خب خطای منم باید دو برابر بشه. اگه وقتی دو برابر می‌کنی تعداد عملیاتتون رو، خطای شما 30 برابر بشه، 50 برابر بشه، یعنی یه جایی مشکوکه، یک مشکلی، یعنی سیستمتون ناپایدار. یه پاسخی که به اون تغییر یک عملیات بیشتر باید یه کوچولو خطاتون رو بیشتر کنه، نه به انداز کنفیکون بکنه. برای اینکه همین رو بتونیم نشون بدیم بهش میگن جمع شدن انتشار خطا یا ارور پروپیگیشن، یعنی خطا همینجور جمع میشه یهو تبدیل میشه به یک خطای خیلی بزرگی در خروجی. حالا تیتر اگه نگاه کنین، پروپیگیشن آف ارور هست، انتشار خطا، یا نه چه زمان خطا منتشر میشه؟
تجمیع میشه زمانی که سیستم ناپایدار باشه. و اگه من منحنی رو بکشم خطا رو بر حسب انرس کنم، ببینید اینجا تعداد ایتریت منه، یه خطای اولی هم بوده، حالا هر چقدر من تعداد عملیات بیشتری انجام بدم خب انتظار دارم خطا به شکل پایدار افزایش پیدا کنه، یعنی اگه عملیات من دو برابر میشه خطای منم دو برابر بشه، این یعنی که روند خطی باشه، میدونم اینجا خط به صورت خطی داره زیاد میشه. ولی زمانی سیستم ناپایداره که وقتی من اینو یک کوچولو زیاد کنم خطای شما اونور 10 برابر بره بالا، به این میگن سیستم ناپایدار باشد. رشد خارج از کنترل خطا، افزایش خطا چیز غیر انتظاری نیست، غیر قابل انتظاری نیست، رشد خارج از کنترل خطا هستش که بهش میگن ارور پروپیگیشن و یا ناپایداری. حالا اینکه من از کجا میتونم بفهم یک روشی پایدار هست یا ناپایداره، اینو ما در درس CFD روش‌های ریاضی، یعنی یکی از ریاضی ترین بخش‌های درس CFD، خب CFD دو بخش داره، یه قسمت ریاضی داره یه بخشی هم الگوریتم داره، هر جفتش خب سختی خودش داره، ولی چند تا قسمت سخت داشته باشه درس CFD یک شمینه که شما بتونی یک روشی رو بهتون بدن بگن تحت چه شرایطی پایداره، میگن conditionally stable، یعنی روش من همیشه پایدار نیست، تحت به شرط ها و شروط ها پایداره. من در فاینیت والیوم هم اینو توضیح دادم، توی سی اف دی هم توضیح دادم، ولی خب یه ویدیو ان شاءالله من در ادامه راجع به این بحث تحلیل ناپایداری فون نیومن تهیه خواهم کرد ان شاءالله. ولی خیلی ساده من کانسپت رو گفتم، به نظرم از حد محدوده درس ما خارجه و در درس دیگری خواهیم گفت به شکل ریاضی چجوری میشه فهمید که یک خطا یا تحت کنترل افزایش پیدا میکنه یا خارج از کنترل، آیا دمپ میشه یا امپلیفای میشه.